عطاری اربابزاده شما را به تماشای این برنامه دعوت میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و اصحاب پاکش، سلام خدمت شما عزیزان همشهری و بیننده شبکه تلویزیون استقلال برنامه طبیبانه. خدا کند که انشالله همیشه صحیح و سلامت باشید، پیروز و موفق از در کارهای زندگی، در کنار خانواده خود شاد و سربلند زندگی کنید انشالله. برادر و خواهر همشهری، برنامه شبکه تلویزیون استقلال برای راهنمایی کردن به روش‌های بسیار ساده استفاده کردن از طبیعت، به روش‌های درست و علمی که تحقیق شده و تجربه شده به شما عزیزان با معلومات ناچیز بنده خدمت شما هستم و راهنمایی میکنم. عزیزانی که جدیداً به برنامه پیوسته باشند، هدف از این برنامه راه‌های راهکارهای بسیار ساده برای پیشگیری از ابتلا شدن به امراض و راهکارهای درمان به روش‌های بسیار ساده و طبیعی از گیاه‌ها و مواد غذایی و خوراکی که ما در دسترس داریم و میتونیم از هر کدام اینا به روش‌های ساده به عنوان دارو استفاده کنیم. چون طبیعت یک خدای مهربان در اختیار ما گذاشته، تمام سبزیجات، میوه‌جات، حبوبات و هر چیزی که شما می‌بینید به دسترس، حتی خاک رس و سنگ‌هایی که مخصوصی هست به بیابان‌ها، که اینا همه برای رفع مشکل به موقع نیاز ما می‌تونیم از اون استفاده کرده و در ضمن رفع مشکل بکنین اگر به ما تکلیفی برمیخوره. پس بنابراین شما عزیزانی که تازه با برنامه پیوستین شاید متوجه شده باشین که هدف از این برنامه چی هست. من سعی میکنم به زبان خیلی ساده، عامیانه، خودمانی با هم صحبت دوستانه داشته باشیم. تشکر از شما که ما رو به برنامه تنها نگذاشتین. پیام‌های شما خیلی زیاد آمده به برنامه این هفته و متاسفانه خب باز ما به شما عزیزان من باب یادآوری میکنیم که عزیزان شما اولا برنامه های قبلی رو ببینین و یا اگر بیننده برنامه های قبلی نین از طریق اینترنت یوتیوب، برنامه یوتیوب، برنامه شبکه تلویزیون استقلال، برنامه طبیبانر سابسکرایب کنین، میتونین ببینین هر برنامه‌ای که خواسته باشین. چون اکثری از سوالات شما عزیزان تکراری، حتی چندین بار تکراری بوده که شما یه هفته سوال کردین. دوست ما ورید بود که خب به خاطر فصل سال و معلومات ما اینا رو یادداشت گرفتن، به شما امشب راهنمایی میکنیم انشالله و در ضمن چند تا گیاهی هم که به دسترس داریم به شما معرفی میکنم، گیاهایی که به سادگی میتونین از اونا استفاده کنین، استفاده بسیار مفید برای شما انشالله اونا راهنمایی میکنم، آشنایی میدیم برای شما عزیزان. عزیزانی که مایل هستن یادداشت بگیرن و از این گیاه ها استفاده کنین و نتیجه خوبی انشالله بگیرین به موقع نیاز. و بازم دوباره تکرار میکنم، خدا کنه که انشالله هیچ وقت به دارو و درمان نیاز پیدا نکنین عزیزان. و اگر خدا اینو خواسته مشکل به شما پیش میایم، از محیط اطراف خود به راحتی میتونین از گیاه استفاده کنین و نتیجه خوبی رو بگیرین انشاءالله. در اول برنامه به شما یک گیاهی است به نام بهیراتی که میگن به او گیاهی کور، خار کور. عزیزانی که به روستا زندگی میکنن این گیاه رو خوب میشناسن. گیاه خارای پخش میشه، بوته خار پخش میشه به زمین، حتی
یک بت خور تا معبته چند متر ای به اصطلاح تحت پوشش قرار میده. برگای گرد خشک داره، خارای چنگکی ریز داره، خیلی هم سخته ای، به خصوص به پلای باغ و یا جایی که سر پلوش های زمین های کشاورزی این گیاه رشد میکنه به نام گیاه کبر. اکثر عزیزان روستایی شناسایی دارن در رابطه با این گیاه. خار آزاردهندی هم هستی، اما همین خاری که او رو حقیر میشمارین و بیل رنور میدارین مثل ریشه ای میزنین، خب این گیاه برای ما چقدر میتونه مفید واقع بشه و ما در رابطه با رفع انواع مریضی ها از این گیاه به چی روش میتونیم استفاده کرده. این گیاه آخر سال هست دیگه، از این برج شیش به بعد ای به اصطلاح به زبان ترکی یا ایرانی به این خیارخر هم میگن، خیارخر دانایی میکنه مثل خیاری که تازه از جلنگ جویده باشه، لوکه لوکیت یک چیزای به اندازه جوز درشتر کوچکتر. از خیار ای گیاه خارکبر شما میتونین داروی درست کنین بسیار مؤثر برای رفع چند نوع مریضی. گیاهی قبل از اینکه امی خیاری به اصطلاح شکافته بشه، چون وا میشه دهن باز میکنه و تخم میرزه داخلی سرخه، سرخ رنگه، مادی هم که داره وقتی که خم میری بشکنین بخورین طعم خیار داره، یک کمی کسمزه و تلختر هست اما طعم خیار داره، خام هم خورده میشه. میتونین از یک گیاه به صورت ترشی استفاده کنین. چی رقم؟ دانه های ایر بچینین و داخل یک ظرف شیشه‌ای ردیف بچینین، بعد روی سرکه بریزین و مدت 2 تا 3 ماه داخل سرکه شیشه سربسته باشه. اگر جایی که نور و آفتاب هم تقریبا به یه بتابه بهتره و یا بعد از اینکه ترش شد جای تاریک، مثل ترشی های دیگه که مثل ترشی خیار که درست میکنه، وقتی که خوب این رسید میتونین از این به عنوان داروی استفاده کرده. برای چند نوع مریضی از خیار ای به اصطلاح دانه ای خارکبر میتونین شما استفاده کرده. کسانی که زردی بدن اینا زیاد میشه، یعنی صفرا و برگشت صفرا دارن و یه برگشت صفرا به دلایلی، اما به شرطی که سنگ کیسه صفرا نداشته باشن، چون کسانی که سنگ کیسه صفرا داره طبیعتا برگشت صفرا به بدن او ایجاد میشه و ایجاد رنگ زرد میکنه به صورت، چشم، به اصطلاح عامیانه زردی بیرون میکنه. ساده بگم، حالا اگر به اثر برگشت صفرا به خاطر التهاب کیسه صفرا و یا سنگ کیسه صفرا باشه، شما باز از همه گیاه میتونین به روش دیگه استفاده کرده برای پاکیاری زردی از بدن، که البته به همین روش هم که هستی میتونین شما استفاده کنین و نتیجه خیلی خوبی رو بگیرین. کسانی که گرمی جگر دارن، حتی بعضی از مریضی ها هست که به سختی هم میتونه طب شیمی اونا رو به صلاح تشخیص بده، کرم جگر شاید شنیده باشین و خیلی هم به این مریضی ها مبتلا میشن، بخصوص کسانی که گوشت لند میخورن، گوشت خشک، به این کرم جگر مبتلا میشن و علائمی هم حرارت غیر طبیعی جگر، آتش کاذب، رنگ زرد، زردی چشم، روز به روز هم ضعیف شدن و حتی ناخونا هم زرد میشه، تا به این مرحله این نوع مریضی میکشونه. و هر چقدر هم که به اصطلاح روی سونوگرافی و عکس آزمایش نتیجه نداده، یعنی پیدا کرده نتونستن، بارها یه مسئله اتفاق افتاده، حیوانات هم به این مریضی مبتلا میشن، به خصوص گوسفندا. یعنی مریضی است که بین حیوان انسان، از حیوان هم به انسان انتقال پیدا میکنه. به هر حال میتونین از ترشی ای گیاه استفاده کنین و نتیجه خیلی خوبی رو بگیریم. و یا کسانی که حرارت کبد دارن بدون سنگ صفرا، بدون کرم جگر، اما زردی دارن اینا، این زردی هم به اثر ازدیاد صفرای غیر طبیعی به وجود اینا.
میتونید شما از ترشی ای گیاه با مصرف خود روز یک دانه از همین خیار به اصطلاح خیار همین گیاه کبر صبح ناشتایی یا شب موقع خواب روز یک دانه با یک قاشق غذاخوری از سرکه‌ای که شما بایی مخلوط کردین سرکه هم سرکه طبیعی باشه سرکه صنعتی نباشه استفاده کنین به نتیجه خیلی خوبی رو بگیرین. در بحث پاکی خون هم بسیار کمک میکنه. کسانی که خون کثیف دارن یا خون تیره دارن به بدن یا به اصطلاح طب سنتی خون سودوی باز هم از این خیار کبر از ترشی این خیار کبر به صورت به این روشی که گفتیم صبح و شب و حتی از سرکه او هم مخلوط با آب صبح ناشتا یا با هر غذایی که میخورن از سرکه او استفاده کنن نتیجه قابل قبولی میگیرن. مورد دوم کسانی که تحال گرم داره. تحال گرم علائمی چیه؟ علائمی سمت راست بدن زیر قبرقه ها به اصطلاح حالت درد فشری داره، تب درونی و پشت کتف هم پشت شونه هم درد میگیره و دائم تب و خشکی دهان و خشکی لبا اتفاق میفته. رنگ هم رو به تیرگی میره. این نوع مرضی مربوط به تحال هست یا سپرز به اصطلاح عامیانه. به این نوع مرضی هم شما میتونین از گیاه کبر یا ترشی کبر برای رفع مشکل استفاده کنین و به نتیجه خیلی خوبی رو بگیرین. کسانی که صفراوی مزاج هستن یعنی ترشحات صفراوی به صورت غیر طبیعی به بدن اونا هست علائمی هم سوزش معده بار دهان زرد دندان هم حتی زرد میشه و در ضمن سردرد پیشونی میگیرن که به اینا میگن صفراوی مزاج ها که در بحث شناخت تب ها دیگه به شما چندین مورد معرفی شده. به این نوع مریضی هم باز میتونین شما برای کنترل و یا شدت گرفتن این نوع مریضی برای پاکری این نوع صفرا از همین ترشی کبر استفاده کنین. حتی برگ ایر به صورت دم کردنی میتونین مصرف کنین اما چیدن برگی بسیار مشکله به خاطر که خارای خیلی تیز و چی داره آزاردهنده داره. میتونین این گیار قیچی کنین از رو خاک بعد جای آویزون کنیم خشک شد پته کنیم برگ ایری بگیرین خار و چوبی جدا میشه و از برگ ای هم میتونین به صورت دم کردنی به این نوع مرضی هایی که خدمت شما عرض کردم استفاده کنیم و نتیجه قابل قبولی رو بگیریم. حالا اگر ایر با برگ کاسنی هم با برگ کاسنی و گل بنفشه ترکیب کنیم باز به اصطلاح قوی تر و با دوز بالاتر میشه و در ضمن نتیجه بهتری برای انواع مریضی ها میتونیم بگیریم. مریضی هایی که مربوط به دوران خون و یا مشکل کبدی و تحال هست. این از گیاهی کبر بود که به شما معرفی کردم. گیاه دیگه به نام گیاه شنبلیله و یا شملیت به ایراد به او میگن شملیت شنبلیله از برگ و ریشه و چوب و دانه یا تخم شنبلیله شما میتونین چندین نوع تکلیف و مریضی خدای نخواسته اگر به وجود میایه برطرف کنیم. اولی که این گیاه بسیار مؤثر هست برای کنترل مریضی قند. خب حال این قند اگر معده قبضیت داشته باشه نتیجه قابل قبولی نمیگیرین باید قبضیت رفع بشه و شما میتونین از دمنوش این گیاه چی از دانه و چی از برگ و چوب ایگیا به صورت دمنوش استفاده کنیم و نتیجه قابل قبول رو بگیریم. و اگر کسی چربی خون داره چی از نوع تریگلیسیرید چی از نوع کلسترول باز هم از دمنوش برگ و دانه ایگیا طعم ناخوشایندی داره میتونید با لیمو طعم بده نوش جان کنیم. اگر خدای نخواسته عزیزی به مشکل قند و یا مشکل فشار و یا چربی کبد و یا چربی خون به اصطلاح گرفتار است میتونین از دمنوش ایگیا
استفاده کرده. اگر از تخمه ای استفاده میکنین، کمیزی که خدمت شما عرض کردم، تخمه ای یک کمی مزه مثلا چی داره، ناخوشایندی داره. به خاطر تمام مزه میتونین لیمو با این ترکیب کنیم. از گیاهی خوشتم مثل نعنا، لیموی خشک، دارچین، اگر فشار نداشته باشیم دارچین، و اگر فشار باشه لیمو، لیمو و یا نعنا ترکیب میکنین و طعم ناخوشایندی به اصطلاح ملایمتر میشه. میتونین از دانه به این روش استفاده کرده، ولی برگ خودش هم بلیله طعم خوشی داره، طعم خوبی داره، به راحتی میتونین استفاده کرده و هر طبع و مزاجی هم سازگاره. طبیعت این گیاه هم گرمه، گرموتر، البته برگ او گرموتره، دانه او گرم و خشک. از برگ های تازه شنبلیله شما به چند مریضی های جلدی میتونین استفاده کرده. خدا نخواسته اگر دانه زورک و یا زخم چرکی میشه، شما میتونین برگ شنبلیله پاک تمیز بشورین، بعد ایر بکوبین به صورت یک خمیر، مقدار خیلی کم نمک هم روی بپاشین، بگذارین رو زخم. هم چرک عفونت میکشه، هم ضد عفونی میکنه و هم زود زخم خوب میشه. و حتی زخمای چرکی که در درمان هست، شما میتونین با بمی روش از برگ شنبلیله استفاده کرده و این زخم رو درمان کنین. خود تخم شنبلیله هم همچنین، تخم شنبلیله به صورت پودر، به صورت خمیر جور میکنیم به مریضیایی که مثلا زخمای چرکی است یا دانه‌های چرکی است، به خصوص دانه زورق یا دنبل یا بخکته که برادران ازارگی ما بو میگن بخکته، به هیراتیا یا به اصطلاح چی میگن دانه دنبل یا زورق، به این اسم این دانه رو میشناسن، دانه‌های چرکی که خیلی به اثر کثیفی خون از بدن اینا بیرون میشه و خیلی آزاردهنده هم هست. میتونین از پودر تخم شنبلیله خمیر جور کنیم. این خمیر اگر قوی‌تر خواسته باشین درست کنیم، با مقدار زردچوبه و مقدار کمی نشاسته که این خمیر حالت چسبندنی داشته باشه، خمیر جور کنیم، روی یک پلاستیک تمیز، کاملا پاک، تمیز، بهداشتی باشه، بگذارین وسط پلاستیک سوراخ کنین، بعد روی زخم بگذارین، بسته کنین. 24 ساعت بسته باشه، زخم سربسته ای که به این روش شما میخواین عفونت او رو بکشین، سر باز میکنه سر زخم رو و در ضمن چرک عفونتی رو میکشه. موقعی که سر زخم باز شد فشار ندین، با حال خودی بگذارین، دوباره باز همو خمیر رو جور کنین، دو سه مرتبه پشت سر هم دیگر، حداقل به فاصله 6 تا 8 ساعت بمونه، کاملا عفونت رو میکشه و در ضمن جای زخم رو هم ترمیم میکنه. چرا میگیم زخم رو شما هیچ وقت فشار ندین؟ وقتی شما دانه‌های چرکی رو فشار میدین، این دانه‌های چرکی عفونتی که به صورت چرک ما و شما به اصطلاح عامیانه میبینین، این عفونت برگشت از طریق رگا وارد سیستم جریان خون میشه و اگر این خدای نخواسته به قلب برسه و یا به سلسله اعصاب، بسیار خطرناک و حتی به سر حد مرگ هم خطرناک تا به این مرحله. چه رسد به این که حتما اگر این به اصطلاح ماده چرکی وارد بدن میشه اما بدن قوی هست، بازم به نقطه از بدن به اعصاب میرسه، تب، لرز شدید، حالت استفراغ، بخصوص تب و سردرد شدید ایجاد میکنه. یعنی می چرکی که شما یک وقت به اثر سلنگری فشار میدین و دانه‌های چرکی رو هیچ وقت فشار ندین، با حالت خود اونا بگذارین و از مرهم و یا زمادی استفاده کنین که این چرک به صورت طبیعی بیرون بیاید. این دانه شنبلیله و برگ شنبلیله که به این روش خدمت شما عرض کردیم، میتونین برای رفع این مشکلاتی که ذکر شد برطرف کنیم. اما برای کسانی که چربی خون دارن، از برگ شنبلیله با لیمو و یا لیمو گل گوزبان و یا لیمو آوشن که آوشن بسیار قویه و یا لیمو نعنا یا ترکیبی از چند گیاهی که ذکر شد، شما میتونین اینا رو به صورت یک دمنوش مساویانه با هم اینا رو نرم کنین، نجوشونین. که باز اما تکرار میکنم عزیزان بیننده، تا صحبت از گیاه میشه فقط میگین بجوشونیم، نه، تمام گیاه هایی که اینا رو میتونین شما نرم کنین
به صورت دمنوش استفاده کنین. اما بعضی از گیاه هست که اونا رو باید، مثلا چوب یک گیاه هست که این باید شکسته بشه ولی خورد نمیشه، اما چون به خاطر شما مواد موثری این گیاه میخواین بگیرین، باید این مقداری بجوشونین. مثلا چه دارچین درسته، اگر دارچین درست باشه باید این بجوشونین، اگر دارچین نرم شده باشه به هیچ عنوان نجوشونین. داخل یک فلاکس یا به اصطلاح ترمز این دم کنین و یا با داخل یک قوری کنار آتش ملایم بگذارین که ای آروم دم بکشه و رنگ بندازونه. یعنی به همین روش گیار به صورت دم کردنی استفاده کنین و نتیجه خیلی خوبی برای رفع مشکلات خدای نخواسته اگر اتفاق میفته ببینیم. بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردم به برنامه با معرفی چند تا گیاه دیگه خدمت شما عزیزان. به دو تا سه تا سوالی هم هست از شما آمده که به شما راهنمایی میکنیم، ان شاءالله منتظر باشین بعد از یک وقفه کوتاه. دوستان درود بر شما. پودر سنجد یکی از مقوی ترین ها در نوع خودش می باشد که می تواند برای پیشگیری از بیشتر بیماری ها مفید واقع شود. سنجد بومی آسیای غربی و مرکز و افغانستان و از جنوب روسیه و قزاقستان تا ترکیه و ایران می باشد و سرشار از آنتی اکسیدان است. همچنین انواع ویتامین ها مثل ویتامین B1 و ویتامین C و مواد معدنی، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، آهن و منگنز نیز در آن به وفور یافت می شود. خوردن پودر سنجد برای افزایش ایمنی بدن کمک کننده است. شما می توانید پودر سنجد را با شیر یا آب میل کنید. اگر دچار بیماری پوکی استخوان هستید و یا می خواهید از ابتلا به آن پیشگیری کنید، بهتر است روش ها و درمان های شیمیایی را کنار گذاشته و با استفاده منظم از پودر سنجد به آسانی بیماری و سایر دردهای خود را بهبود بخشید. مخلوط کردن پودر سنجد با شیر را می توان معجزه درمان کمر دانست، زیرا پودر هسته سنجد قزروف ساز است و مصرف آن می تواند به همراه شیر برای ترمیم مفاصل و درمان کمر درد بسیار مفید باشد. شما می توانید از عطاری ها پودر سنجد با هسته آن را تهیه کنید. سنجد برای کاهش وزن و کنترل وزن یک خوراکی ایدئال است و همانطور پودر آن نیز می تواند به لاغری کمک کند، زیرا حاوی فیبر است و به خوبی جذب دستگاه گوارش خواهد شد و به شما احساس سیری بیشتری می دهد. یکی از خواص مهم پودر سنجد تقویت ایمنی بدن می باشد که می تواند برای کودکان ضعیف و آسیب پذیر گزینه بسیار خوبی باشد. شما می توانید مقداری شیر و پودر سنجد را با هم مخلوط کنید و به کودک خود بدهید و باعث استحکام و رشد کودک شوید. این ترکیب می تواند به رفع سکسکه کودکان نیز کمک کند و نقش مهمی در کلسیم بدن آنها داشته باشد، زیرا منبع خوبی از کلسیم است. پودر سنجد دارای آمینو اسیدهایی است که به عضل سازی کودک کمک می کند و در نهایت پودر سنجد برای رشد قد کودکان نیز مفید است. پودر سنجد غنی از فسفر و کلسیم است و این دو ماده در کنار هم می تواند موجب تقویت فولیکول های مو شود و از همین طریق می تواند ریزش مو را کم کند. برای استفاده از پودر سنجد برای مو باید آن را به صورت خمیر در بیاورید و روی مو بزنید و بعد از 15 دقیقه آبکشی کنید. سنجد یک ماده غذایی بسیار مفید است که برای تقویت دستگاه گوارش بسیار خوب است. پودر سنجد می تواند معده را تقویت کند و مکانیسم صفرا را مهار کند. همچنین می تواند از تهوع و استفراغ جلوگیری کند. پودر سنجد باعث می شود سموم معده و روده رفع شود. سنجد حاوی کارتنوئیدها و پلیفنول هاست که برای درمان زخم معده مفید است. پودر سنجد فیبر بالایی دارد و گرسنگی را کاهش می دهد. این پودر می تواند سبب از بین رفتن عفونت های موجود در ریه شود و در نتیجه از ایجاد بیماری تنگی نفس و آسم جلوگیری می کند. ترکیب پودر سنجد با آب می تواند به افرادی که دچار سرماخوردگی یا آنفولانزا شدند کمک کند. شما می توانید خودتان در منزل پودر سنجد تهیه کنید. برای این کار سنجد تازه را با پوست و گوشت آسیاب کنید یا می توانید از سویق سنجد یا پودر سنجد آماده استفاده کنید. فواید و خواص پودر سنجد بیشمار است، ولی اگر دچار بیماری خاصی هستید ممکن است افراط در خوردن این پودر باعث مشکل در شما شود، به خصوص افرادی که مبتلا به یبوست هستند و یا ممکن است در برخی از افراد ایجاد حساسیت کند. سلام دوباره خدمت شما عزیزان، خوش آمدید به برنامه.
در این بخش، در اول این بخش خدمت شما ایزان عرض کنیم که شبکه از ساعت 2 بعد از ظهر روزهای سه‌شنبه در خدمت شما هست. سوالاتی دارین خلاصه مطرح کنیم، موضوعی که میخواین مطرح بکنین کوشش کنین که جمع‌بندی کنین. یعنی شما خیلی از سوالات آمده حداقل 4 دقیقه 5 دقیقه صحبت کرده، از اول تا آخرم حرفی فهمیده نشده که اینه تکلیف اینه چی است و از چیز میخواین صحبت کنین. یک نقطه هدف دقیقی شما روشن صحبت کنین، بعد سوال خورپرسان کنین با اسم مشخصات، به شبکه ثبت میشه و وقت ثبت شد به دست ما میرسه و ما هم در خدمت شما هستم عزیزان برای پاسخ به سوالات شما. بنابراین دیگه وقت بین هفته به شبکه تماس نگیرین چون جواب شما را هم نمیدن، و اگر جوابی هم بدن بازم سوالات شما ثبت نمیشه. فقط روز سه‌شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا به 6 شب هر سوالی دارین سوالات دقیق سوال پرسان کنیم، انشالله پاسخ خور میگیرین. خب گیاه شنبلیلر به شما خدمت شما معرفی کردم. دیگه خواص های هم این گیاه داره، بسیار خواص های مفید و مؤثر به بدن داره که ما به شما خلاصتاً تشریح میکنم برای روش مصرف. روش مصرف رو خوب شما گفتیم. گیاه شنبلیره چی تخم و چی خود برگ و به صلاح ساقی گیاه که خشک کنیم نرم کنیم به صورت دمنوش استفاده میکنین، با هر طعمی که دوست دارین به این طعم بدیم که گفتیم یک کمی طعم ناخوشایندی داره این گیاه، هر طعمی که دوست دارین. برای چند نوع مریضی مفید هست. ورم بدن، کسانی که ورم بدن ورم غیر طبیعی هست، نارسایی قلبی یعنی تقویت قلب میکنه و قلب حالت نرمال کار میکنه، حتی گرفتگی های قلبی به مرور زمان، البته ایر با لیمو و سنبلوتی باید ترکیب کنیم. گیاه سنبلوتی و لیموی خشک، لیمو و مانی لیموی خشک ترکیب مساویانه با برگ شنبلیله به جای چای و آب به طور مرتب نوشجان کنیم، حتی گرفتگی های قلبی را باز میکنه. دفع سنگ های کلیوی میکنه. کسانی که سنگ ریزه داره کلیه اینا میتونن از این گیاه به این روش که گفتیم استفاده کنن. اما ترکیب قوی تر این گیاه باز با چیه؟ اگر شما برگ شنبلیلر با بادیان، سبزی جعفری و یا تخم سبزی جعفری و لیمو ترکیبی از اینا با همدیگر به صورت دمنوش استفاده کنین برای دفع سنگای کلیوی نتیجه بهتری میتونین بگیرین. ورم پروستات، آقایانی که به مشکل ورم پروستات دچار هستن، برای که گیاه هم ادرار آور قوی است و هم تقویت کننده عمومی بدن، شما میتونین از این گیاه با عنوان دمنوش با چی چیز استفاده کنین؟ با زنجبیل، دارچین، آبشن و گیاه شنبلیله. از این گیاه های ذکر شده مساویانه با هم اینا نرم کنین، یک قاشق غذاخوری پر به داخل یک لیتر آب جوش داخل یک ترمز یا فلاکس دم کنیم. این خوب که دم کشید حداقل نیم ساعت بمانه، بعد به جای چای و آب نوشجان کنیم. مشکل ورم پروستات یا بزرگ شدن پروستات را هم از بین میبره. در کنار این که برای مریضی پروستات از مصرف پیاز غافل نشین به برنامه غذایی. دیگه از خواصی که شما میتونین از این گیاه استفاده کنین و تکلیف هایی که برطرف کنین، این گیاه برای کمخونی بسیار مؤثره. کمخونی و تقویت عمومی بدن و ضعف قوه جنسی به هر سن و سال میتونین از این گیاه به صورت دمنوش استفاده کرده. و یا ای که تخم این گیاه پودر شده اگر به صورت کپی استفاده بکنین، به کسانی که ضعف عصبی و ضعف عمومی بدن دارن و ضعف قوه جنسی، این گیاه به چی روش استفاده میکنین؟
پودر تخم شنبلیله 100 گرم، پودر کندور 50 گرم، مستکی دانه 50 گرم، تخم سبست یا تخم یونجه پاک شده 50 گرم. اینا رو با هم دیگر خوب میکس میکنین پودر شده باشه. بعد هر غذا یک قاشق غذاخوری نوشجان میکنین، هم چاق کننده، هم اشتهاور و هم رفع ضعف قوی جنسی میکنه به هر سن و سال، به زن و به مرد. کسانی که بی اشتهایان، اشتهای اینو به اصطلاح کمه، میتونن از دمنوش برگ شنبلیله با برگ سبست، اگر خانوما باشن برگ شنبلیله با بادیون، بادیون نیمکوب شده و نعنا، به شرط ای که مشکل بارداری نباشه. به خانومایی که باردار هستن این گیاه باید خیلی احتیاط کنن مصرف کنن، و ترکیب هم اگر میکنن این گیاه، خانم باردار هست و نیاز داره به کمخونی، رفع کمخونی، شب این خانم میتونه چیکار کنه؟ این گیاه شنبلیله، برگ شنبلیله با عناب، عناب نیمکوب شده، برگ شنبلیله و مقدار هم بابونه، بابونه بسیار کم ترکیب کنیم با این، دمنوش میشه برای خانمایی که ضعیف هستن و باردار هم هستن و برای رفع کمخونی و اشتها داری بسیار خوب و مؤثر این دمنوش میشه. با کنار ای که از این استفاده میکنین، حتما شب موقع خواب و صبح ناشتا هم یک دونه سیب، سیبای وطنی ما بهترین سیب هم هست با آهن بالا. علائم سیبی که آهن بالا داره چیه؟ این هم به شما معرفی میکنیم در میان برنامه. سیب از قاش کنین، بعد یک لحظه به مجاورت هوا قرار بدیم. هر چقدر آهن این سیب زیادتر باشه سری رنگ این قهوه ای رنگ میشه. وقت شما متوجه میشین که بله این سیب آهن این بالایه. ما سیب میدان شهری که دارین، به معنی که شما این برش میزنین، یعنی اگر زمان بگیریم به دقیقه نمیشه، سریعا این سیب رنگ از این مایل به قهوه‌ای میشه. بسیار آهن بالایی داره، به بازار هم هست آمده. حداقل شب و صبح روزی دو تا دونه سیب نوشجان کنین برای رفع کمبود آهن، به خصوص مادرای باردار بسیار مؤثره. به کنار مصرف سبزی شنبلیله، گیاه دیگر که به شما معرفی میکنم امشب برگ شاتوته. درخت شاتوتی که شما عزیزان عماش دایی دارین، توتر به فصل سال نوشجان میکنین، از برگ و چوب و حتی ریشه ای گیاه امشب به شما معرفی میکنیم که شما به چند نوع رفع مریضی خدای نخواسته اگر مبتلا شدین میتونین استفاده کرده و نتیجه خیلی خوبی رو بگیرین. برگ شاتوت انمی فصل پختگی هست. شما عزیزانی که به دسترس دارین میتونین اینا رو جمع کنین، بشورین، خوب پاک تمیز بشورین. برگای شاتوت رو که تمیز شستین به سایه خشک کنین اینا رو، و بعد نرم کنین به داخل یک ظرف پاک، یا پارچه نخی باشه یا ظرف شیشه‌ای. سعی کنین داخل ظرفای پلاستیکی هیچ چیز رو نگهداری نکنین تا جایی که امکان داره. بعد نون رو نگهداری کنین جایی که رطوبت به این نرسه. حالی خدای نخواسته کسی قند و بالا میره دفتن، از دمنوش برگ شاتوت با برگ شنبلیله که قبلا ذکر کردم خدمت شما عزیزان با هم ترکیب به صورت دمنوش قوی استفاده کنین، قند در میندازه پایین و کنترل میکنه. اگر سرماخوردگی ایجاد میشه، سرفه، تنگی نفس، باز هم شما میتونین از برگ شاتوت و برگ شنبلیله. ما اینا رو به چی خاطر گیاهای ردیف امشب خدمت شما عزیزان انتخاب کردن؟ به خاطری که اینا با همدیگر ترکیب اگر میشه، باز چندین نوع شما میتونین از این استفاده کرده برای رفع چندین نوع تکلیف اگر خدای نخواسته به شما پیش میایه. برای تنگی نفس و در زیم به خسخس سینه از سرماخوردگی و یا خلط بلغم،
شما میتونین از برگ شاتوت و برگ شنبلیله ترکیب مساویان اینا با هم با مقدار زنجفیل به صورت دمنوش استفاده کنین. هم تبره، هم ضد خیلته، هم ضد سرماخوردگیه، هم اخلاط ریه و قسمت مری که ایجاد شده برای مزاحمت پاککری میکنه، هم تقویت کننده عمومیه و هم قند تنظیم میکنه به بدن. شما ببینیم از یک دمنوش برگ شاتوت و برگ شنبلیله با زنجبیل شما چند تا سودر میبرین اگر خدای نخواسته به این مشکل عزیزی دوچار میشه. برگ شاتوت اگر کودک یا بزرگسال فرق نمیکنه، به مرضی اسهالی دوچار میشه، اسهال شدید، به صورت دمنوش بسیار تیره. برگ شاتوتر با نعنای خشک ترکیب میکنین، خب تیره و پررنگ، قبل از هر غذا یکی دو گلاس نوشجان میکنین و یا در روز چندین گلاس پشکل پشت سر هم دیگر استفاده کنین. قبضیت یا ببخشین اسهالی که از چند نوع اسهال از معده درمان میکنه، هم اسهال سرد، هم اسهال گرم، هم اسهال میکروبی. حالا اگر کود بچه ها هستن به این میتونین شما طعم بدین، هر طعم و مزه‌ای که بچه دوست داره، شیرین کنین مشکل نداره، ترش مزه باشه مشکل نداره، به کودک و بزرگسال و برسین میتونین داده. اما شاید به شما سوال خلق بشه که خیلی خوب، این برگی که قند میندازه پایین، وقتی ما با اسهال رفع مشکل اسهال استفاده میکنیم قند ما رو میندازه پایین؟ نه خیر، او رقم که شما فکر میکنیم نیه. وقتی شما از این دمنوش برای اسهال استفاده میکنین، حتما با این چی کار باید بکنین؟ سیب زمینی آبپز هم یک ود دو ود سیب زمینی آبپز رو نوش جان کنین. این سیب زمینی آبپز با نعنا، نمک، داروگرم ترکیب بکوبین مخلوط با یک دو حب سیر خام. یک وعده غذایی شما یا دو وعده غذایی رو انتخاب کنیم، کاملا خالی بدون نان نوشجان کنیم با مصرف دمنوش شاتوت، برگ شاتوت. هم قند شما منظم میشه، هم غذای مکمل هست، هم رفع مشکل اسهالی میشه. به بچه هم میتونین به این روش استفاده کرده. برگ شاتوت کرم کشه، یعنی کرمای میدر از بین میبره. ایر به چی روش استفاده میکنین؟ برگ شاتوتر همراه با بادیان، تخم بادیان، ترکیبی با تخم بادیان، اینا رو با هم به صورت دمنوش تیره درست میکنین، یعنی پررنگتر باشه. شب موقع خواب شدن و صبح ناشتایی. اگر بچه های خورد بود کرم داشت، شما این دمنوشر شب موقع خواب با دو سه تا دونه خورما بدین بخوره. چند شبیر تکرار کنین. هر نوع انگل باشه به میدن عبود میکنه. و اگر بزرگسال هست، شب موقع خور شدن با خورما، صبح ناشتایی قبل از اینکه صبحانه نوشجان بکنین، ایر با سیر نوشجان کنین. یکی دو حب سیر هم ریز ریز کنین. با این دمنوش استفاده کنین، سیرا رو مت سلامت خورد بدین با این دمنوش. یک ساعت بعدم صبحانه شیر نوشجان کنیم. به این طریق پاکسازی بدن از کرم میده میشه. ریشه شاتوت کرمکش قوی تری هست. پست ریشه شاتوت، شاتوت یک پست خیلی زخیم و زردی داره. باز به این خاطر نرین ریشه درخت شاتوت بزنیم درخت رو نابود کنیم. حالا بعض جایی ریشه اینا بیرون میشه، مقدار کم برای رفع مشکل. ما این رو برای راهنمایی میکنیم به شما، برای این که طبیعت رو رشد بدیم، نه این که طبیعت رو خدای نخواسته نابود کنیم. حتی هر بطی خاری نه که شما از کنار او میگذرین، او رو نباید نابود کنین، حتما برای رشد، برای توسعه او کوشش کنیم. چون همون بطی خار علاوه بر او که تصفیه هوا میکنه، برای رفع انواع و اقسام مریضی های ما هم مفید هست و ما درست میتونیم از او استفاده کرده. ریشه شاتوتر به صورت پودر شده خشک میکنین، ایر پودر میکنین. شب موقع خواب شدن نصف قاشق غذاخوری به صورت کپی استفاده میکنین. ایر با قند اگر به صابونی مخلوط کنین بهتر، و یا با بادیون و یا با
تخم مقدار یک قاشق چای خوری تخم گل نیلوفر یا گل پیچک، گل پیچکی که به دیوار میره، حال فصلی هم هست، اکثر خانه ها برای گل تزیینی دارن استفاده میکنن. هر کدوم از اینا که به دسترس داشتین با این ترکیب میکنین قوی میشه برای دفع کرمای میده. بحث خود شاتوت رو که ما به شما از این راهنمایی کردیم از که برای تصفیه خون خود شاتوت بسیار مفیده و شما میتونین هم از خشک و هم از تازی رو استفاده کرده. گیاه دگیر که شما میتونین برای مریضی های خاص استفاده کرده، باز هم از خارا است، به شما از این راهنمایی میکنیم. این گیاه خار باقیه، خاری که به باغ میرویه. حکمت های پروردگار خور وقتی ما و شما به اینا ببینیم، وقت متوجه میشین که بله، او خالق هستی که این وجود رو خلق کرده، ما رو بی نیاز از دیگر را خلق کرده. یعنی به شما ثابت میشه عزیزان، تجربه کنین اینا رو. خارای باقی برگا اینا رو بگیرین. خب چون طبیعتا خار داره نمیشه، بر روشی که به شما میگه مثل خارکبر، دیار از بیخ قیچی کنیم از رو خاک، بعد ایر جای آویزون کنیم، موقعی که خوش شد با چوب تکون بدیم، خارای میمونه، برگای کاملا میرزه بدون خار. این برگا دائم به خانه داشته باشه. این برگا چند کار برای ما میکنه برای موقع نیاز ما. برای سرماخوردگی گلو بسته میشه، گلو سرماخوردگی و یا به اثر مصرف مواد غذایی تب گرم گلو بسته میشه، چفت میشه به اصطلاح. علائم چیه؟ سرماخوردگی باشه، گلو حالت بار سفید داره، اگر از گرمی باشه سرخه. به هر دو حالت ای گیار شما میتونین چیکار کنین؟ برگ ای چون مواد سخت داره، اینجا بس جوشاندنی و دمنوش به میان میایه، شما میتونین این برگ یک سر جوش بدین، بگذارین خوب دم بکشه. بعد که سرد شد، اگر از گرمی بود، یکی دو دونه لیمو هم داخلی آب کنیم، و اگر لیمو تازه به دسترس نداشتین، لیموی خشک بایی بجوشونیم، آب ارساف کنیم، به صورت غرغری آروم آروم غرغره کنیم، کم کم بخورین. گرمی گلو، گرفتگی گلو از گرمی اگر باشه، لوزه ها از گرمی اگر ورم کرده باشه، براحتی درمان میکنه و حتی جوشای داخل دهن هم درمان میکنه. گیا ببینیم یک برگ خاری که شما او حقیر میشمارین. برعکس به سردی که ورم گلو از سردی هم باشه، به این روش شما استفاده کنین، نتیجه خیلی خوب میگیریم. چون ترکیباتی که گیا داره، ما با بحث های علمی نمیریم، اصطلاحات علمی رو به کار نمیبرم، چون هم وقت برنامه کم هست و هم شما عزیزان شاید متوجه نشین. باز که اهل مطالعه هستین، برین به دنبال گیاهی که به شما معرفی میکنین، ترکیبات شیمیایی او رو به اصطلاح علمی و امروزی پیدا کنین و بعد ببینین که ترکیبات شیمیایی گیاها چی است و این مواد مؤثری که بی گیاه خدای مهربان ذخیره کرده برای رفع مشکل ما چی هست. ای چند نوع مریضی که شما با دمنوش یا جوشانده برگ ای خار میتونین رفع کنین. حالا گیار، اگر شما برگ ای گیار با عنوان یک گیاهی خواباور استفاده کنین، چه کار میکنه؟ ترکیبی با نعنا، برگ نعنا یک سرجوش میدین، برگ نعنا تازه هم که باشه مشکل نداره، یک سرجوش میدین، بگذارین خوب دم بکشه. دم که کشید، موقع خواب شدن یک گلس از این نوش جان کنه، آرام بخش و خواب آور هست و در ضمن ضد سرفه و سرماخوردگی، گرفتگی گلور هم برطرف میکنه، بلغم معده هم از بین میبره و در ضمن ادرار آور قوی هم هست. این گیاه اگر به صورت تنهایی یا ترکیب بکنین، مثلا اگر این گیاه شما برگای خار ترکیب با برگ جعفری و یا بادیون و یا دارچین و زنجفیل، هر کدام اینا که باشه، ترکیب بکنین برای دفع سنگ کلیه، ورم کلیه و کمکاری کلیوی یا مرضی درونفروز، شن کلیه، التهاب کلیه، به هر حال پاککاری سیستم ادراری، شما میتونین از این گیاه به این روش
استفاده کنین، روزی چند استکان هم ضرر هم نداره، هیچ نوآوری جانبی نداره، هر چقدر استفاده کنین. منتها چون ادرار آور هست خارج از نیاز استفاده نکنین، چون گیاهای ادرار آور اگر خارج از نیاز استفاده میکنین، مثلا میگیم خب مال مثلا کلیه ما پاک شده، به بحث کلیه پاکگری استفاده کردین از یک گیاه، تفننی استفاده میکنین، گیاهایی که ادرار زیاد میکنه تفننی عزیزان هیچ وقت استفاده نکنین. به خاطر چی؟ به خاطر ای که پتاسیم بدن شما را میشوره و وقت به ناراحتی قلبی دچار میشین. پس اگر ما درست گیار بشناسیم و درست به موقع استفاده کنیم و روش مصرف او بفهمین، از طبیعت میتونین راحت استفاده کرده و مؤثر مفید بدون عوارض. پس زیاده روی در هر مورد از مصرف گیاه هم نباید صورت بگیره. به موقع نیاز استفاده کنین، گیاهی که به شما ایزان معرفی کردیم. خدا کنه که این مطالب را گرفته باشین، ثبت کنین، یادداشت بگیرین و اگر اهل مطالعه هستین بیشتر تحقیق کنین و بهتر از من یاد بگیرین انشاءالله. چون وقت برنامه به پایان رسید عزیزان، یک سوالی هم برادر ما کردن از قردرواز، گفتن من هوای گرم عرق که میکنم بدنم به سوزش میفته، که چیکار کنم که این عرق بدنم از این حالت خارج بشن؟ عرقی که اسیدی هست بدن رو میسوزونه، یعنی اسیدی بودن بدن شما زیاد هست. برادر بزرگوار، شما نباید نوشابه، چای سیاه، آب یخ، غذای فست فود، غذای شور اینا و مواد در استفاده نکنیم، چون اینا باعث اسیدی شدن خون میشه و برای از بین بردن این و باز شدن مسامات جلد، سدر با ماست و سرکه مخلوط کنیم. سدر، گیاه سدر که میشناسین، گیاه سدر با ماست و مقدار سرکه مخلوط کنین، به حمام به تمام بدن بمالین، حداقل 20 دقیقه بمونه، بعد از 20 دقیقه بشورین. خود این مواد شوینده، نیاز به صابون و شامپو نداره، بدن رو هم پاک میکنه، اما مسامات جلد شما رو باز میکنه. به کنار ای که شما مصرف گیاهخواری باید داشته باشین، روش داشته باشیم که روش گیاهخواری باشه و در ضمن از غذاهایی که آلودگی خون ایجاد میکنه جدا پرهیز کنیم. خدا کنه که شما هم سوال پاسخ سوال خود گرفته باشین عزیزان. شما رو به خداوند کریم میسپاریم، ما را از دعای خیر خود فراموش نکنین عزیزان. پیشنهاد، انتقاد، نظری داریم، ما در خدمت شما هستیم. خدا یار و نگهدار شما.